کتابو؟ خیلی عجیبه. ساشی؟ نه، نداده. الو؟ خیلی مخلصم. من والا میام یه میتینگ هم تموم شد و الان سم. بابا میتینگ خوبه، ولی خب بعضیش خوبه، بعضیش بده. با کی میتینگ داشتی اصلا؟ ولی بعضیشون هم خیلی خوبه، واقعا جواب میده و من لذت میبرم. اوکی، میخوام غذا درست کنم، چی میخوری؟ غذا، غذای بهنام. میدونی من عاشق برگرم دیگه. برگر هست دست بباده؟ ببین برگر که پریشب با هم خوردیم، ولش کن. بعدش هم نون میخواد، من الان نون برگر ندارم. بذار یه چیزی شبیه برگر. من میتونم هر شب برگر بخورم، مشکل ندارم. یه چیزی شبیه به برگر برات درست میکنم، ولی برگر را یادت بره. حل باش منو. ببین تو مسیرم داری میای با شعار چی؟ غذا غذا است امروز، روز غذا است امروز، غذا روز غذا است امروز، برگری در به در صاحب غذا است امروز. باشه بیا پس، پس شروع میکنم آماده سازی. بای بای. نون توست، یه گوشت چرخ کرده، یه میکس روش بره تو فر بیاد بیرون. اول برم لباس عوض کنم و برم غذا رو درست کنم. خب اول از همه 500 گرم گوشت گوساله داریم با 20% چربی، یک دونه پیاز متوسط هم نگینی ریز خورد کردیم و میریزیم توش. بعد میریم برای چی؟ دیش نیز، اونم یه 50 گرم. یک دسته گلای سرشو بکنید بریزید خوشبش 50 گرم. بعد از اون یه 2 قاشق هم پاپریکا میریزید، ولی اگر اسموک پاپریکا دارید اسموک پاپریکا بریزید بهتره. حالا میریم حرارت رو ببریم بالا. 1 قاشق چای خوری فلفل قرمز تند، پشت سرش هم 1 قاشق غذاخوری زیره سوغات کرمون. البته کرمون سوغاتی های بهتر هم داره، ولی حالا این یه دونه رو بریزید. پودر پیاز و پودر سیر هر کدوم 1 قاشق چای خوری. از اونجایی هم که من غذای تند خیلی دوست دارم، 1 فلفل قرمز کوچولو رو هم حلقه حلقه کردم ریختم توش. اگه دوست دارید این قسمت رو سکیپ کنید. میرسیم اون قسمتی که به ذائقه خودتون باید نمک و فلفل بزنید. ترجیحاً 1 قاشق چای خوری نمک، 1 قاشق چای خوری فلفل. اگه دوست دارید نمکش بیشتر باشه، نمک رو زیادی بیشتر. یه دونه از این دستکش خطرناک دستتون کنید و قشنگ شبیه کباب تابه یا کباب کوبیده ورزش بدید. همه اینا برن تو هم، یک بچلونید اون آب پیازام درو. بذاریدش کنار رو بریم سراغ نونمون. چه نون گرد جذابی. خب از این نونمون میخوایم اسلایس در بیاریم. حواستون باشه قطر اسلایساتون تقریبا به اندازه یه بندنگوشتتون باشه. چرا؟ چون میخوایم گوشت رو بذاریم روش و آب گوشت میخواد بره توش و وانر نونه دیگه. نوناتون رو بذارید تو سینی فر، یه کاغذ نسوزم زیرش بذارید که نچسبه. گوشتارم بذارید روش و ذره ذره با دست بخابونیدش، لهش کنید، فشارش بدید تقریبا یه دست بشه. خب از صاف بودن یه دست بودنش که مطمئن شدید، ببرید بذاریدش تو فر 400 درجه تقریبا 20 دقیقه میپزه. نگاه کنید میفهمید پخته. تا اون دلانگیزا توی فر دارن واس خوششون میپزن، یه سس کوچولو هم درست کنیم واسه مصطفی دیگه. خیارشور 3 تا دونه همچین رنده میکنید یا خیلی ریز خورد میکنید، بعد مایونز بهش اد میکنید. من این مایونز یکم بیادبه، این میپاچه در و دیوار. ببخشید 50 گرم هم کافیه این مایونز. بعد یه 50 گرم هم کچاپ بهش اضافه میکنیم، 25 گرم خردل و 1 ذره آب خیارشور. خب
خب مقداری فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم و مقداری هم نمک با ذائقه خودتون. اگرم مثل من تون دوست دارید یه ذره چیپوتله یا کایان یا هر چیزی که تنده بهش اضافه کنید. خب همش بزنید و بذاریدش کنار. بعد برید چک کنید ببینید اگر که توستاتون پخته بودن بیاریدشون بیرون. رو هر کدومشون هر پنیری که دوست دارید بذارید. من اینجا دارم از چدر و موتزارلا استفاده میکنم. و دوباره بذارید پنیرا هم روی اینا آب بشن. خب دیگه زیبایان خفتمون آمادن. مراقب باشید نسوزید، خیلی داغه. خب این یکی رو برمیدارم چی چپه میکنین روی اون یکی. غذا آماده است. شما رو خوبین. وای آب دهنم دوباره راه افتاد که به قول آقا نیما MMORM. خب تا من اینا رو بذارم تو بشقاب شما لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اون سوسرم یادتون نره، اکثرا تو یخچال میمونه. بیاید یه دو قاشق بریزید همچین کف بشقاب بیکشید. درخ قلا بفرمایید. اینم ساندویچ شبیه به برگر شما. ببین باید خیلی چیز خفنی باشه که جای برگر رو بگیره. اینو کاملا جدی میگم. یه کاری کرده دست بکشی از برگر خوردن. اگه قول بدی که بهتره برگر باشه، من قول میدم هفته یه بار برگر بخورم. باش من هفته یه بار اینو برات درست میکنم. واقعا؟ اگه دوست داشتی. اول بخور. اول باید نیت کنی. اول نیت میکنی که این غذا بره اون جایی که باید بره. از این برش بار قشنگ بره. آماده ای؟ خیلی خفنه. خدایی؟ اصلا یه مزه جدیدی میده. بذار یه دونه دیگه برم. چشاشو نمیتونم تعامل کنم. از این سوسی چرا امتحان کردی؟ با انگوش؟ با انگوش نه. همه نشون میدن من واسه. ولی خیلی مزه عجیبی میده. ببین چقدر دوست داشتی. ببین میکس برگر و کباب تابعی ما و مثلا یکم غذای عربیه. اصلش همون پیتا پاکت هست که گفتم دیگه، ولی لا پیتا هست. ما پیتا نداشتیم، لا توست گذاشتیم. آقا من میرم، شما ادامه رو لذت شو. من معذبم شما نمیان. بیه کاری که دست در میاد واسه. ولی اگه فکر کردی ساندویچم باید شیر میکنم سخت داشته. خودمون داریم. حالا ببینیم چی میشه. چون من که یه دونه اینو مسلماً کمه. میدونی؟ نه دیگه اونقدر نداریم. خیلی طعم عجیبی میده. دستتون درد نکنه بابا. خدایی جایگزین برگر میشه؟ میتونه بشه. میتونه رقابت کنه. آه. آره. همین دیگه واقعاً دمتون گرم. خیلی عجیب بود. من ادامه میدم. خیلی سخته. ادامه ندم. بله. چی با پشت دوربین تو چرا آب دهن قورت میدی؟ بابا خب
پای پشتم رو چکر میبینم. اینم شکار لحظه. شیبا خانم که همیشه میگه من پشت دوربین گشته میمونم، بیا و ببین. سوختی؟